درود بر شما محمد شفی هستم از مجموعه پی سی وان در خدمت شما هستیم با ادامه آموزش پی سی دلتا خب در اینجا میخوایم برنامه تلورانس و کالیبراسیون رو برای دما انجام بدیم فرض رو بر این میگیریم که ما دما رو از قبل خوندیم حالا شما دما رو که میخوایم بخونید دو حالت داره یا از ماجول های افزایشی که در واقع مثل سفچار <تصفح> پی اینجا میتونید استفاده بکنید اگر من بهتون نشون بدم 0.6 شیش پی تی و اینجا 0.4 چار پی تی. یا از طریق ماژول آنالوگ و دستور فرام یا از دستورات مود باس مثل مود آر دی که خوندن از طریق آنالوگ رو توی مجموعه آنالوگ گفتیم برای بحث در واقع مودباس هم انواع مختلف سنسورهای مودباس رو توی مجموعه مودباس دلتا پی ال سی وان موجود دوستانی که تمایل داشته باشن میتونن برن مراجعه بکنن و اون آموزش ها رو ببینن فرض ما اینجا میگیم که این دماها رو در واقع خوندیم داخل یه نامریک ذخیره کردیم پس نیاز به برنامه اچ داریم مثلا من میذارم 107 بی وی و اینجا میگم ارتباط من 485 با پی ال سی دلتا و اینجا میام یه دونه نامریک میذارم این نامریک رو در اصل باید نامریک دیسپلی باشه چون میخواد فقط بخونه دیگه ولی چون ما میخوایم تغییرش بدیم فرض بریم میگیم که به جای اینکه از یک دما بخونیم ما میخوایم تغییرش بدیم برای همین در کنار این نامریکی که قرار میدم یه دونه این الان چی شد نامریک دیسپلی که شد یه نامریک این هم قرار میدم اینجا میام اینجا این زیر قرار میدم شکلشو رو مثلا میام اون بگراندش رو برمیدارم تا بدونیم که این یک آیکون جداگونه نیست ما فقط برای اینکه این, این بالایی رو تغییر بدیم از این پایینیه میخوام استفاده کنم آدرسشو مثلا میگم مقدار دمایی که در نهایت به صورت آنالوگ یا به صورت مدباس شما خوندیم بریزیم داخل دی چهار پس این پایینی هم میشه دی چهار تا اینجا ما پس اومدیم فرض رو بر این گرفتیم که مقدار دمای ما ریخته شده توی دیه چهار خب، حالا یه دونه اینجا میام کامنت هم میتونیم براش بنویسیم دیگه اینجا اجازه بدین یس yes, بذارم دمای مثلا چی مینویسم؟ دمای خام حالا به جای دمای خام شما میتونید هر چیز دیگه هم باشه دیگه هر مقدار آنالوگ دیگه ای که میخواین کالیبرش بکنیم میتونیم ازش استفاده کنیم خب این دمای خام فونتشو رو بزرگتر میکنم اندازش رو نوع فونتش هم میتونیم تغییر بدیم مثلا یکان 28 رو میذارم مثلا چهل این شد دمای خام یا دمای خونده شده درسته؟ خب حالا میام چیکار میکنم این اندازه این فونت رو یه ذره بزرگتر میکنم برای ما خانه باشه یه دونه نامریک این هنوز ما برنامه PLC رو شروع نکردم ها اه... یه دونه اینجا نامریک میذارم میخوام من بهش مقدار بدم خب این فرض برای میگه دمایی که داریم میخونی معمولا با یک رقم اشار دیگه اینجا با یک رقم دما مثلا دمای محیط نهایت مثلا میخواب بشه صد درجه پس سه رقمیش میذارم اینم میذارم سه رقم و یه رقم اعشار درسته اینجا وقتی که سه رقم میزنید دقت داشته باشین که مثلا 9999 نباشه قبول نمیکنه از شما میگه که شما ماکسیموم دیجیت یا رقم شما سه پس چجوری 9999 شده که یه دونش رو برمیدونیم اینجا درست میشه خب این هم شد برای که متمایز باشه میتونم بگراندش رو عوض بکنم این میشه چی مقدار کالیبره ای من که باز این هم این دیگه سه رقمی نیست دیگه چون عدد من کالیبره من دیگه خیلی نمیتونه بزرگ باشه چون خیلی دیگه بزرگ باشه عملا دیگه این سنسور به درد میخوره که شما مثلا فرض بر این بگیرید که دمای من اینجا داره میخونه مثلا 27 درجه شما اینجا نمیتونید دیگه 50 درجه اختلاف مثلا داشته باشین این سنسوره خب 50 درجه اختلاف داشته باشه و این سنسور خرابه دیگه به درد نمیخوره این سنسور برای همین توی دما دو رقم کافیه توی یه به نظر من کافیه خب یه داره فونتشو بزرگتر میکنم میذارم مثلا اونو گذاشتم دیه چهار اینو میذارم دیه مثلا هشت خب حالا نتیجه ای که کالیبره شد باز یه نامریک میخوایم نامریک دیسپلی این هم رنگش رو عوض میکنم که با اون فرق بکنه خب اینم می‌تونیم بنویسیم دیگه اینو بنویسیم یه ذره فاصله اضافه میکنم خب اینجا من موضوع رو اجازه بدیم بنویسم که بدونیم که اصلا میخوایم چه کار کنیم در مورد کالیبره و تلورانس داریم صحبت میکنیم کالیبره و تلورانس حالا تلورانس هم به صورت مثبت هم به صورت منفی رو اینجا خدمت شما آموزش میدیم خب فونت شما میذارم روی تیتر که با بقیه فرق بکنه خب به این صورت رنگشم متمایز کنم که به اون رنگ های این دمای خام و این میشه مقدار کالیبره متفاوت باشه این میشه مقدار کالیبره درسته؟ این شد پس مقدار کالیبره دیگه شما سر فرصت میتونید برای زیبا سازیش دیگه بگراند بهش بدین و خیلی کارهای دیگه میتونید انجام بدین که زیباتر بشه حالا ما فقط بحث برنامه‌نویسیشو انجام میدیم ان شاءالله بقیه کاراش دیگه خودتون میتونید انجام خب دمای خام میگیره مقدار کالیبر رو بهش اضافه میکنه و این میشه چی میشه دمای کالیبر شده دیگه خب اینم میذارم چی دمای کالیبر شده خب متاهرشون چی شد دیگه این دمای اولی رو میگیره مثلا 27 با یک جمع میکنه اینجا میشه 28 پس این شد دی 8 این شد دی چند این مثلا دی دوازده خب تا اینجا درست حالا میام برنامه اینو توی سی مینویسیم دی 4 با دی 8 جمع بشه نتیجه بذاره توی دی 12 پس اینجا میام میگم لود کن مموری هزار حالا یه موقع است که شما میخواین این عمل کار کالیبر کردن رو به یه مموری اختصاص بدید اون مموری رو میتونید اینجا بنویسیم. مثلا میگی M5 فعال شد شما این کار رو انجام بده و در حالت معمول ما میگیم که خودت بیا به مزی که سی ران شد این کالیبر رو انجام بده میگم اد کن دقت کنید اد کن دی چهار دی هشت نتیجه تو دی دوازده حالا اگر خواستین برای اینا میتونین کامنت بذارین مثلا می نویسین دمای خام دمای مقدار کالیبره و مقدار دمای کالیبره شده میتونین اینجا بیاین توی ویو شو کامنت نه بباشت شو کامنت رو که بزنی میره دیوایس کامنت لیست اگر اشتباه نکنم device comment list اینجا توی دی میتونیم براش بنویسیم میبینیم مثلا دمای خام ببینید دمای خام یا دمای خانده شده اینجا میشه مقدار کالیبره و این میشه دمای کالیبره شده درسته؟ دمای کالیبره شده الان اگر من دوباره برگردم توی برنامه ببینید همه اینا کامنت داره خب سیو میکنم روی دکستا کامپال این تا اینجا خب اینجا دو تا مشکل داریم اول که خب متوجه شدیم که ما مقدار دمای ما دمای اولیه ما با مقدار کالیبره باید جمع بشه بذاریمش در نهایت توی دمای کالیبره حالا اگر ما 27 درجه رو خوندیم در صورت که دمای محیط ما وقتی با یه دماسنج دیگه, دیگه گرفتیم 26 درجه هستش باید یه درجه بهش تلورانس کالیبره در واقع منفی بدیم اونجا رو با چیکار کنیم دیگه یا باید بیایم اینجا توی در برنامه پی سی منها بکنیم یا یه کار راحت تر میتونیم بکنیم همینو منفی یک بدیم هم مقدار کالیبر رو منفی یک بدیم خب این الان مقدارش که ورده اینم که آن ساین دسیماله یعنی علامت از ما قبول نمیکنه خب کافیه که اینو من بیام بکنم ساین دسیمال خب چه اتفاقی میفته وقتی ساین شما بدین اینو میتونید علامت دار بدین دیگه الان من منفی یک هم که بزنم از من قبول میکنه اینم روی دکستاپ سیوش میکنم خب یه مشکلی دیگه هم وجود داره اینه که مقدار این دیه هشته ریتنتیو نیست حالا ممکنه شما برنامه رو الان اومده اینجا یه درجه مقدار کالیبره دادی خب بعد برق سی پی قطع شد دوباره وضع شد این یک درجه رو دوباره باید بدید چرا چون ما توی پی اس سی اومدیم دی 8 استفاده کردیم 8 برای 14 اس ریتن تی ماندگار نیست پس من میام اینجا اینو عوضش میکنم کنترل اف میگم دی 8 و بیا جایگزین کن مثلا با چی با دی مثلا 500 دی 408 تا 599 ریتن دیگه میگم کپی کامنت کامنتش رو کپی کن یعنی مقدار کالیبره رو از دی 8 به دی 500 کپی کن دلیت سورس دیوایس کامنت اون کامنت در واقع سورس که در واقع دی 8 هست اونم پاک کن خب هم دی 8 رو کامنتشو برید تو دی 500 و هم کامنت دی 8 رو پاک کن ریپلیس ریپلیس ببینید الان دی 8 دیگه کامنت نداره ببینید دیوایس کامنت لیست دی 8 دیگه کامنت نداره استفاده هم دیگه ازش نکردیم این ستاره بغلش رفته پس یعنی ما از دی 8 دیگه تو برنامه استفاده نکنه حالا دی 8 آزاد شده دیگه شما جای دیگه اگر خواستین اگر حافظه ریتنتیو یا ماندگار لازم نداری میتونید دی 8 استفاده کنید الان شد دی 500 شد ریتنتیو برای ما من میام توی برنامه چمای این دی 8 رو میذارم دی 500 که ریتنتیو باشه خب سیو میکنم خب حالا میتونم برنامه رو دانلود کنم دانلود کنم ببینم چه اتفاقی میفته خب برنامه دانلود شد الان خب هر سه تا صفره من برنامه اچ هم با کام 5 آنلاین میشم ازش خب کام یک و این با کام یک میخواد چیز بشه چون با کام یک میخواد بشه من با کام یک رو آزاد میکنم ببینید اینجا میام کامینکیشن سیتینگ اینو میذارم کام پنج و با کام پنج آنلاین شدم کام یک هم حالا میمونه برای HMI الان آنلاین شد خب ببین حالا می دما میدم مثلا میدم 27 درجه ببین شما 27 که میدین اینجا توی برنامه PLC هم میتونید ببینید که 270 اومده دمای زبر 10 دیگه 27 درجه مقدار کالیبره من صفره 270 یا همون 27 درجه با صفر جمع شده شده 270 حالا من میام یه درجه تلرانس میدم خب شد 27 و 1 اینجا اشتباه به مقدار کالیبره رو من رقم اشار ندادم این اشتباهه اینم باید یه رقم اشار بهش بدم میام اینجا میگم تو هم یه رقم اشار داری وقتی که مقدار دمایی که داره خونده میشه با یه درجه رقم اعشاره تو هم باید با یه رقم اعشار بشه خب الان درست شد 27 یه دهم ده ما بهش تلورانس دادیم ببخشید کالیبره دادیم شد 27 و حالا اگر یک و یک اگر بدم چه اتفاق میفته میشه 28 و یک چون دمای خام و 27 ه حالا اگر این دمای خام اگر بشه مثلا 20 درجه چه اتفاق میفته با یک و یک جمع میشه میشه 21 و یک حالا میتونیم منفی هم بدیم ببینین من میام اینجا خب منفی چرا قبول نمیکنه ما مقدار این کالیبره رو اومدیم مقدارش رو ساین گذاشتیم ولی مقدار مینیموم رو تغییر ندادیم مقدار مینیموم رو همون صفر گذاشتیم وقتی که چون قبلش آن ساین بوده به صورت پیش مقدار مینیموم صفره وقتی که از آن ساین میان رو حالت ساین یا علامت دار میان مقدار مینیموم رو با تغییر بدیم بگیم که خب حالا که دو رقم شما قبول میکنی از منفی 99 تا 99 رو یعنی قسمت منفی رو هم بتونیم شامل بشیم خب حالا ساین هست و منفی رو هم میتونیم بهش بدیم ببینید حالا منفی فعال شد منفی یک و یک رو میتونم بهش بدم 20 درجه من های یک و یک اگر بشه میشه چند؟ میشه 18 و 9 حالا دما میتونه تغییر بکنه مثلا اگر من بدم بیست یک مایز یکه دیگه مثلا بدم بیستو و 1 و یک چه اتفاق میفته؟ بیستو و یک من های یک و یک بشه میسه بیستو بیست درجه پس الان شما اینجا می... میدید که داره عمل کالیبراسیون داره انجام میشه خب حالا بخش دیگه ای که میخوایم در نظر بگیریم یه دونه ست پوینت یه دونه تلورانس مثبت و منفیه خب باز دوباره از همین مقدار کالیبری که اینجا به صورت نامریک هست استفاده می کنیم اینجا می نویسم تنظیم دما مثلا ست پوینت ما یه تنظیم دمایی داریم ما اینجا خب حالا میخوایم به صورت مثبت و منفی تلورانس داشته باشیم که بیایم دو تا خروجی رو اینو استفاده کردیم سبز میدم خب دو تا خروجی رو به صورت مثبت و منفی به صورت مثلا کولر و هیتر میخوایم فعال بکنیم پس نیاز به دو تا نامری که دیگه هم داریم اینو میمیسم تلورانس کولر مثلا خوب یا تلورانس مثبت اینو هم میمیسم تلورانس منفی یا هیتر مثلا هیتر درسته؟ خب این از این این تنظیم دما چون خود ست پوینت هستش اینو سه رقمی میکنم این لازم البته اینا باید همشون آنساین باشن آنساین از سف تا 999 سه رقم با یه رقم اشار ما چون از روی این کپی کردیم همشون ساین شدن در صورتی که ما اینجا اعداد تلورانسمون مثبته پس اینم میذارم آن ساین صفر چون اینجا تلورانس دو رقم کافیه دو رقم با یه رقم خب اینم هم به همین صورت میگم تو هم آنساینی از صفر تا 99 دو رقم با یه رقم 80. الان درست شد اینم که آن ساین سه رقم درست این دوتا هم رنگش رو عوض بکنم که با اون متفاوت باشه خب ببین ما اینجا دو تا این من یه ذره بالاتر بیارم خب من دو تا میخوام نامریک بذارم اینجا این مثلا وای صفره میتونم اینجا شکلش هم عوض بکنم اینجا بیام توی مثلا ساین بیایم مثلا اینجا ساین باتون یک فکر کنم باید بیایم یا لامپ اگر گزینه لامپ داشته باشه لایت لایت داره اگر اجازه بدین یک لحظه خب اینجا برای حالت صفر میگم قرمز باشه برای حالت یک میگم مدر سبز باشه خب اینو هم اکشوال سایز هم میذارم روی آل که اینجوری کامل به من نشون بده اگر خود عکس هم اینجوری اینویزیبل بکنید این شکل رو بزرگتر میکنه ببینید به این صورت شکل رو بزرگتر میکنم خب اینو میذارم مثلا وای صفر چون الان تنظیماتش یه ذره زیاد شد همینو کپی میکنم برای این طرف خب اینو میذارم وای یک تا اینجا درست میخوام هر کدوم از این دو تا شرط تلورانس کولر و هیتر فعال شد خروجی هم فعال بشه خب اینم باز دوباره هر ستا رو باید چیکار کنم تنظیمات رو باید ریتنتیو بدم اگر ندم چه اتفاق میفته اینا هم تنظیمه دیگه پس اینو میذارم مثلا 500 و ده خب اینو میذارم 512 و اینم میذارم 514 تا اینجا که مشکلی نیست خب حالا میام برش برنامه میویسم دقت داشته باشین ست پوینت من مثلا چنده؟ 20 درجه اینم دو درجه از 22 بیشتر شد با چه اتفاقی بیفته از 22 بیشتر شد کولر با روشن بشه چون دیگه خیلی گرم شده دیگه کولر با روشن بشه خنک بکنه تا کجا تا دوباره بیاری به همین 20 درجه برسه به این 20 درجه که رسید خاموش بشه درسته خب پس من اینجا کاری که میکنم باش برنامه می دیگه 20 به اضافه 2 میشه 22 درجه من 22 درجه رو باید داشته باشم پس میام چیکار میکنم این شد 510 میگم 510 به اضافه 512 رو من لازم دارم پس میام اینجا توی برنامه نویسی میگم که اینجا مثلا میمیسم تلورانس خب ببینید اینجا میتونید شما کلیک راست بکنید ادیت سگمنت کامنت من اینجا میمیسم تلورانس این تلورانس هم. این چی بود کنترل آی میزنم دوباره سگمنت می نمیسن. این اینو کالیبره که این دو تا قسمت از هم دیگه تفکیک میشه خب توی تلورانس من اگر موقع تایپ کردن دیدین که تایپ شما انجام نمیشه بدونید که در واقع روی حالت در واقع فارسی هستین خب من میگم لود کن باید انگلیسیش بکنید تا تایپ های شما رو قبول کنه. قرار شد دی 500 و دی 512 رو یه بار دیگه تنظیم دما 510 تلورانس کولر 512 این 20 این دوه از 22 بزرگتر شد شما بیا توی مدار پس من 22 رو دی در واقع عدد 22 رو با داشته باشم کافیه که بیام اد کنم دی 500 و ده با دی 512 تو چند بذارم مثلا بذارم تو دی دی مثلا 20 بذارم یه دی که استفاده نکردم این دی 20 میشه مقدار ست پوینت مثلا اینجا میتونم بنویسم اینو بنویسم ست اونو بنویسم ست پوینت خب اینو بنویسم ست پوینت کولر درسته دی 20 هم میویسم set point به اضافه set point کولر درسته به این صورت اینجا نوشته شد خب دی 510 و با دی 512 جمع میکنم گذاشتم تو دی در واقع 20 گذاشتم درسته حالا دمای من اگر از دی 20 بیشتر شد ببین همینجا میتونم برنامه بنویسم ببینم ال, ال دی بزرگتر مساوی دی دی من چند بود دی کالیبر شده ای من دقت کنید که اینجا دیگه دی خام رو استفاده نکنین ما اومدیم دما رو اینجا کالیبر کردیم دیگه دی 4 رو با دی 500 جمع کردیم گذاشتیم تو دی 12 الان دی 12 ما دمای کالیبر شده میگم دی 12 دمای کالیبر شده من اگر از دی 20 که ست پوینت به اضافه ست پوینت کولر است اگر بیشتر شد چه اتفاقی بیفته ست کنه وای صفر رو که این وای صفر بود وای اینجا میتونم بنویسم کولر یعنی خیلی بیش از حد گرم شده حالا باید بیاری توی مدار حالا کی خاموش بشه ببین خاموش شدنش دیگه با LD دی کوچکتره LD کوچکتر مساویه کوچکتر مساویه D دوازده دیه دوازده از دیه پونصد اگر کوچکتر مساوی شد R ST کن وای صفر حالا همین با هم دیگه چک میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاد خب برنامه چی مو درسته این دیه 510 اینم 512 بله اینم میرم روی حالت آنلاین ببینیم چه اتفاقی میفته خب تنظیم دما رو من میدم چند خب دی 12 چرا منهای یازده چون اینجا مقدار نداده دیگه مثلا میذارم بیست هشت درجه الان شد بیست و خب الان کولر ما روشن شد اینجا هم سبز شد چرا؟ چون تنظیم دمای ما چنده؟ تنظیم دمای ما صفره میگه اگر دمای شما از صفر بیشتر شد روشن شد حالا اینو من مثلا میذارم چند؟ میذارم سی درجه خب سی درجه گذاشتم میگه اگر 26 از 30 درجه بزرگتر شد شما این شرط برقرار نیست دیگه تلورانس بهش میدم میگم مثلا یه درجه مثلا بهش تلورانس میدم درسته؟ حالا کار میکنه کولر داره کار میکنه کولر کار میکنه خنک میکنه ست پوینت ما الان سی درجه هستش اینجا سی و یک درجه خنک میکنه اینو مثلا من میذارم صفر که دما بیاد پایین تر خب الان شد چند اینو صفر میذارم که عددی که اینجا وارد میکنم همون عدد خروجی باشه اینو مثلا من میام میگم اینجا اگر دیه خب دیه دوازده از دیه پونصد خب اینجا اشتباه دیگه 500 نه ست پوینت ما اینجا ست پوینت ما چند بود 510 بود این ست پوینت ما 510 بود اون 500 که نوشتیم اشتباه 500 مال کالیبره پس اینجا من باید اینو ست پوینت دمای ما 510 چون اشتباه گذاشتیم اینجا متاسفانه این قسمت کار نمیکرد دوباره آنلاینش میکنم به آدرس های سید پوینت ها دقت بکنید که به این صورت به مشکل نخورید خب دوباره آنلاین میشم الان چی شد؟ الان خاموشه خب این دما رو دوباره میدیم مثلا میگیم 29 درجه الان دمای ما 29 درجه تنظیم دمای ما هم 30 درجه دما اگر از 30 درجه بیشتر بره از چقدر؟ از یه درجه بیشتر اینه مثلا من سی اگر بذارم ببینید سی ممیز مثلا 7 هم بذارم بازم روشن نمیشه میگه اگر از 30 به اضافه 1 درجه اضافه رفتی یعنی مثلا بشه 31 و 1 ببینید 31 و 1 یک یک بشه روشن میشه ببینید 31 و 1 یک یک می‌ذارم روشن میشه روشن میشه کولر کار میکنه تا اینو خنک بکنه تا کجا خنک بکنه تا زمانی که برسه به 30 درجه یعنی اگر الان بشه مثلا 30 ممیز مثلا 14م بازم خاموش نمیشه میگه انقدر باید شما خنک بکنی که برس برسی به ست پوینت یعنی برسی به سی درجه مثلا من الان بذارم چند بذارم 29 و 9 خود سی هم بذارم قبول میکنه 29 و 9 بذارم این خاموش میشه میگه دیگه من کارم به عنوان کولر تموم شد تا کی تا دوباره شما فعال بشه اگر من اینجا سه تلورانس سه درجه بذارم اینجا دوباره اگر سی یک بشه یا سی دو بشه باز هم روشن نمیشه چون تلورانس کولر رو من گذاشتم 3 درجه حتما باید به 33 برسه من اینجا مثلا میذارم 33 و 2 دهم روشن میشه میاد پایین تو دوباره برسه به 30 درجه به 30 که برسه خاموش میشه این که به 30 برسه خاموش بشه یا از 30 پایین تر بیفته برمیگرده به این بزرگتر مساوی هایی که ما اینجا استفاده میکنیم خب این تا اینجا خب اینو ما نوشتیم عین همین برای کوچکتر هم باید بنویسیم دیگه برای قسمت در واقع کوچکتر من همینو میام با شما کپی میکنم یه دونم اینجا پس داریم خب حالا دقت داشته باشی اینجا میخوایم بگیم که اگر از ست پوینت دو درجه مثلا کمتر شدی یا سه درجه کمتر شدی پس اینجا دیگه چون مقدار این علامتی که ما اینجا میدیم آن ساینه مثلا پنج که میدیم پس این اگر سی درجه سی رو باید منهای پنج بکنیم بیست و پنج بشه پس توی برنامه نویسی اینجا دیگه اد نداره دیگه اینجا میشه سابترک یا منها اینجا میایم از منها استفاده میکنیم دی 510 و, و منهای دی 514 میکنیم نتیجه مثلا میزنیم توی دی مثلا سی درسته؟ خب این دی 14 چی میشه؟ میشه ست پوینت این حالت قبلی می نویسم براش حالا شما اگه خواستی میتونید انگلیسی بنویسین. ست پوینت به اصطلاح هیتر اینم میشه چی؟ میشه ست پوینت منهای ست پوینت هیتر چرا من ها کردیم؟ چون میخوایم بگیم که مثلا الان شما 20 درجه هستی 5 درجه پایین تر رسیدی عمل کن پس میشه 20 سی منهای پنج 5 یا 20 منهای پنج 5 پس میشه منها دیگه میگیم دی دوازده اگر کوچکتر مساویه کوچکتر مساوی چند شد دی سی شد که دی سی میشه چی؟ دی سی میشه ست پوینت منهای ست پوینت هیتر یعنی الان مثلا 20 اگر هست اون پنجه میشه 20 منهای پن 25 درجه اگر کوچکتر مساوی 25 شد شما بیا چی رو روشن کن، هیتر رو روشن کن اینجا باز دوباره کامنتش رو میدونیسم هیتر هیتر رو روشن کن بزرگتر مساوی که شدی درسته؟ اینجا برعکس میشه بزرگتر مساوی دیه چند؟ دیه, دیه دوازده بزرگتر مساوی ست پوینت که شدی ریست کن وای یک رو سیف کامپایل و دانلود و آنلاین خب الان هیتر روشن شد هیتر این هم میبریم به حالت آنلاین اینجا ما برنامه رو یه جوری نوشتیم که شرط فعال شدن هیتر رو با در واقع کولر هیچ وقت اتفاق نمیفته با این حال میتونید شما اینجا یه LDI هم بذارین LDI کن وای صفر یعنی اگر کولر خاموش بود شما روشن شد دیگه هر دوتا بیمعنیه دیگه روشن بخواد باشه اگر یه موقع بنا به هر دلیلی شرطتون اگر مشکل داشت هم با همدیگه توی مدار نیاد وای یک اگر خاموش بود شما به تو مدار شما هم اگر این غیر فعال بود بیاد تو مدار اون بزرگتر مساوی ها مساوی هایی که میذاریم مواظب باشین که مساوی ها حالت همپوشانی رو نداشته باشه که توی اجرای سیستم شما به مشکل بخوره خب مقدار دما رو مثلا من میذارم 30 درجه اینا فعلا میذارم صفر باشه که ببینیم خب الان هر دو تا خاموشه خب اینم مثلا من میام 3 درجه میذارم خب الان دمای ما 30 درجه تنظیم دمام هم 30 درجه دمای ما اگر از 33 درجه بالاتر بیفته کولر روشن میشه ببینید 33 درجه کولر روشن شد دوباره که بیاد C چه اتفاقی میفته کولر خاموش میشه حالا از C 3 درجه پایین تر من اینو میذارم مثلا 4 درجه که بدونین این 4 با اون 3 فرق میکنه میتونیم از یک حافظه استفاده کنیم مثلا بگین فقط یه دونه حافظه استفاده کنیم میشه C به اضافه 3 درجه C منهای 3 درجه ولی ممکنه توی هیتر و کولر مقدار تلورانس شما یکسان نباشه برای همین ما دو تا حافظه استفاده کردیم خب سی من های چهار اگر باشه یعنی اگر مثلا 27 بذارم روشن نمیشه چرا؟ چون 27 میشه سی منهای های سه اگر 26 بذارم هیتر روشن میشه میگه خیلی خنک شده سرد شده شما روشن شد تا چند؟ تا 29 بشه هر چقدر 29 نیم بشه 29 ببینید 29 نیم هم بشه بازم خاموش نمیشه به ست پوینت که رسید خاموش میشه مثلا من میذارم 5 درجه این دفعه دیگه به 26 رسید روشن نمیشه باید حتما 25 برسه یا 25 کمتر مثلا 24 برسه دوباره باید برسه به سی سی و مثلا یک دهم ده هم برسه بازم مشکل نداره خاموش میشه خب برای روشن شدنش روش هم همین مثلا من میذارم یه عدد کوچیک میذارم مثلا نیم میذارم خب این اگر بشه C ممیز 6 روشن میشه ببینید دیگه تلورانس از شما هستش دیگه این توی پروژه های مثل مثلا گلخونه مقداری سیستم هایی که کولر و هیتر با هم هستن شما از این سیستم میتونید استفاده بکنید خب این هم توضیحاتی که خدمتون اینجا ارائه شد حالا دیگه برای ظاهر قضیه میتونید مثلا یه فریم این زیر قرار بدین که به زیباتر بشه بخش کالیبره و تلرانس رو میتونید جدا بکنید و برای خروجی ها هم مثلا اگر اینجا فنه میتونیم به جای این ایندیکیتوری که ما گذاشتیم شما میتونیم فن بذاریم برای هیتر میتونیم حتی نوشته بذاریم چشمک بشه یا کارهای متفاوت دیگه میتونیم انجام بدیم یه توضیح کلی اگر بدم پس دما رو که ما به صورت خام میخونیم یا از آنالوگ یا مودباس یا حالا هر روش دیگه یا ترانسمیتر یا آنالوگ هم میتونه ولتاژ باشه آنالوگ ما هم میتونه جریان باشه یا اینکه مدباس یا شبکه باشه یا پی تی باشه خب این کاری که انجام دادیم با یه مقدار کالیبره اونو جمع میکنیم حالا میتونه هم منفی باشه هم مثبت یعنی اینجا با ساین باشه حتما با ریتنتی یا ماندگار باشه نتیجه میشه دمای کالیبره این دمای کالیبره که دی 12 هست هر جا ما نیاز به دما داریم توی برنامه دیگه با این دی 4 کار نداریم با دی 12 کار داریم همه جا دی 12 که دمای کالیبر شده ما هستش استفاده میکنیم مقدار برای تلورانس هم یه تنظیم دما داریم مثلا 50 درجه 70 درجه که این هم هر ستا باید ریتنتیو باشه یه تلورانس بالا داریم میگیم 50 به اضافه 2 درجه اگر رسیدی روشن شو یه تلورانس منها داریم میگیم 52 درجه افتادی پایین تر روشن شو این تلورانس هم مال اینه که این خروجی ها پشت سر هم هی روشن و خاموش نشه شما فکر کنید مثلا تنظیم دمای شما تلورانس اگر نداشتین به معنی که میشد 50 50 و یک دهم ده روشن میشد 50 خاموش میشد هی توی یه دهم ده هی بازی میگه ولی این تلورانس نه باعث میشه که شما یه بازه ای داشته باشین برای فعالیت کولر و هیتر که اینجا خدمت شما توضیح داده شد امیدوارم از این فیلم آموزشی استفاده کافی رو برده باشید تا آموزش های بعدی همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم پیروز باشید